بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين فيرفع المستضعفين ويذأ المستكبرين فيهلك ملوكا ويستخلف آخرين صلى الله على سيدنا أحمد وحبيبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم فمخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. دنباله بحث و عرض روزهای گذشته، یکی دیگر از اهداف عالی پیغمبر اسلام که به خوبی می‌خواستند در میان جامعه ها پیاده شود، گرایش مردم به خوبی ها و زیبایی ها و اجتناب اونها و دوریشون از زشتی ها و شرها و بدی ها بوده. این آرزوی پیغمبر است که مردم از کارهای شر و کارهای جاهلانه نجات پیدا کنن و خودشون را عادت بدهن به کارهای خوب و به کارهایی که دارای اثر باشد و نیکبختی دنیا و آخرت برای اونا بیاره. این مطلب را و این هدف را که پیغمبر میخواستن در زندگیشون پیاده کنن و در زندگی جامعه، در طی آیات خیلی جالب در قرآن مجید آمده است. من جمله با کلمه حسنه و در مقابل اون کلمه سیئه. حسنه به معنی خوبی ها و زیبایی هاست، سیئه ضد اوست، یعنی بدی ها و زشتی ها. پیغمبر آرزوشون این بود که مردم برن قهرن به یه جرایش طبیعی و ذاتی که دارن، در مقام فعل و عمل هم جرایش پیدا کنن به کارهای خوب و از کارهای زشت صرف نظر کنن. اون وقت تشویقشون میکردن با کلمه حسنه و اجری که برای حسنه هست، مردم رو تشویق میکردن به خوبی ها. با کلمه سیئه اونها را از بدی ها و زشتی ها میخواستن بازشون بدارن و کیفر زشتی ها را بیان میکردن تا مردم دنبال کار زشت نرن. ولذا ما میبینیم کلمه حسنه در قرآن مجید 28 مرتبه تکرار میشه، یا کلمه حسنات 3 مرتبه در قرآن مجید میاد، کلمه حسنا 17 بار در قرآن مجید میاد، که حسنه و حسنات و حسنا تمامشون معنای خوبی و زیبایی میدن. کلمه سیئه در مقابل که به معنی بدیه 22 بار در قرآن میاد، کلمه سیئات 21 بار در قرآن مجید میاد. این تعبیرات در قرآن به صورتهای مختلف میاد، اما همشون نشون دهنده یه مطلبن.
مثلا من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، تشویق میکنند انسان را که بابا اگر کار خوب انجام دادی 10 برابر به تو ثواب میده. از اون طرف و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، اگر کار بد کردی به اندازه کار بد کیفر و مکافات داری، اگه کار خوب کردی 10 برابر، کار زشت کردی به اندازه کار زشت تو تو رو عقابت میکنن. خدا بیش از اندازه کسی رو مکافات نمیکنه. و لا یظل ربک احدا، خدا که نمیخواد ظلم کنه، اگر کسی کار بدی کرد به اندازه کار بدش او رو عقاب میکنه. اما لطف خدا اینه که اگر کسی کار خوب کرد 10 برابر به او اجر میده، اجر بیشتر به او عنایت میکنه. این برای تشویق کردن انسان هاست به خوبی ها و برای این که اونها را از کارهای زشت بترسوننشون، دنبال کار زشت نرن. حالا تعبیرات زیبایی در این آیات هست، من از باب تیمن و تبرک یه چند تا دونه از این تعبیرات رو براتون عرض میکنم و بعد میرم به سراغ اصل مطلب و مقصود خودم. مثلا در قرآن مجید درباره سیئه و درباره کار زشت که عاقبت خوبی نداره میفرماید بلا من کسب سیئتم و احاطت بهی خطیئته فاولائک اصحاب النار. این آیاتی که من میخونم دلم میخواد تمام تو ذهنتون باشه برای آخر بحث من، اون وقت به درد میخوره. اینجا میفرماد کسی که کار زشت بکنه آتش جهنم جای اون. اگر خطاها و زشتیها احاطه کرد یک انسانی رو و انسان رفت دنبال زشتیها، جاش تو جهنمه. یه آیه در سوره بقره آیه 81، یا می فرمان من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، هر کس کار بد بکنه به اندازه کار بدش مکافات می بیند در سوره انعام آیه 160. من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار، کسانی که کار زشت می کنن از رو اونها را در آتش جهنم می اندازن. و جزاء سیئه مثلها، جزای کار بد عقوبت و کیفر ناراحت کننده است در سوره نمل. اون آیه قبلی در سوره نمل آیه 90 بود، این آیه جزاء سیئه سیئه مثلها در سوره شورا آیه 40. در سوره نحل آیه 45 میفرماد افأمن الذین مکروا السیئات ان یخسف الله بهم الارض، کار بد اونطوریست که به اونجا میکشد کار انسان را که زمین دهن باز کند و انسان بره در شکم زمین. قرآن مجید میفرماد اونهایی که کار زشت و کار بد میکنند آیا اینا ایمنن از این که براشون خصم بیاد؟ یعنی ممکنه یک وقت زمین دهن باز کند و اونها را ببلعد و از بینشون ببره. این دنیای پیر خیلی چیز از خودش دیده. انواع و اقسام عذابهای الهی برای مردم آمده است و چشمشون به حساب نیفتده هنوز. ما هنوز چشممون به حساب نیفتده. این همه بلاها و مصائب رو میبینیم در زندگیمون. میدونیم هم نکبت اعمال خودمونه. بازم کار زشت میکنم. بازم منحرف میشه. خب این از این طرف قضیه که خدا میخواد انسان را از کار زشت بترسونه. حالا اون طرف قضیه را که میخواد تشویق کند انسانها را به خوبی ها که برن دنبال زیبایی های زندگی، میفرماید ان الله لا یظلم مثقال ذره و ان تک حسنتا یضاعفها، اگر شما کار خوب انجام دادید ما براتون ثوابش چندین برابر می.
وعده خداست دیگه. یعنی اگر یه سلام به یه کسی کردی حسن است دیگه، خدا 10 برابر به تو اجر میده. اگر یه دونه یک تومنی به یک آدم آبرومند رسوندی، خدا به اندازه 10 تومن اجر ثواب بهت میده. یا در آیه دیگر میفرماد من جاء بالحسن فله 10 امثالها، 10 برابر خدا به تو اجر میده. یا میفرماد للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه و لدار الاخرت خیر، اونایی که کار خوب میکنن در این دنیا جزای خوب میبینن، تازه بهترین جزاها برای اینا در قیامت و در آینده است، اونجا بیشتر بهشون دقت میکنن. آیه دیگر من جاء بالحسن فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون، اونایی که کار خوب میکنن در این دنیا اجر میبینن، در قیامت هم از هیچ چیز نمیترسن. آیه دیگر و من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنا، هر کس کار خوب بکنه ما اون کار خوبش رو زیادترش میکنیم، براش نمو بش میدیم، رشد بش میدیم. یا مثلا میفرماد ان الحسنات یذهبن السیئات، وعده خداست یه کاریش نمیشه کرد. یعنی بعضی از کارهای خوبه اگر انجام دادی، خداوند متعال در مقابل این کار خوبی که انجام دادی گناهانت از بین میبره. همینطور که گناه میتواند ثواب را از بین ببره، ثواب هم میتونه بعضی از گناه ها رو از بین ببره. مثلا یک کسی میاد نماز جماعت، نماز جماعت میخونه تو مسجد، قرآن میخونه، ذکر میگه، گریه میکنه، پا مصیبت امام حسین اشک میریزه، چقدر کار خوب کرده. تا از در مسجد میره بیرون میگه بابا را دیدی که پل من نشسته بود، دماغش یه وری بود، خلاص تمام این ثواب را چکا کرد، پاکش کرده را گاوه نومنشی. گناه حالتش اینجوریه، سیئه حالتش اینجوریه که حسنات رو از بین میبره. به عکسش هم هست، بعضی از کارهای ثوابه که اینها گناهان انسان رو ممکنه پاک بکنه، مثل صله رحم. حالا اینجا قرآن مجید در ضمن این آیات به ما میخواد بفهمونه راه خیر براتون بازه. اینم تشویقش که اگه کار خوب کردی 10 برابر اجر ده. اونم کار زشت که آخرش بدبختیه، بیچارگیه، بخت برگشتگیه، نابودیه، بابا نکن این کار زشت، نگو طوری نیست، نگو چیزی نیست، همین طوری نیست تا و چیزی نیست تا کم کم انسان رو به سقوط و نابودی میکشونه. خودتون این داستانی که من گفتم شاید 50 نمونه، 60 نمونه، 10 نمونه غیر از اینه خدا تو سراغ داره، لازم نیست من بگم. اما عاقبت کار زشت بد است، نابودی و هلاکت، آخرت و عاقبت کار خوبم بالاخره سعادت و نیکبختیه. این احتیاج به دینم دیگه نداره که دین بگه، تاریخ میگه، وجدان انسانها میگه، مشاهدات خودتون میگه، تجربیات خودتون میگه. خب این از این مسئله. پس ما اینجا یه پایه بحثمون حالا روشن شد. پایه اول بحث من این بود که هدف پیغمبر اسلام اینه که ما بریم دنبال خوبی ها تا نیکبخت بشیم و از زشتی ها صرف نظر کنیم که بیچاره نشیم، بدبخت نشیم، زندگیمون بر نگرده. این پایه اول. حالا امکان داره یک کسی از ما سوال کنه آقا خوبی چی هست؟ این حسنه چیه؟ در روایات بعضیش مطلب رو برای ما بازش کرده، به طور تفصیل گفته، در بعضی از جاها یک کلمه گفتن که همه چی زیرش هست. حالا من هر دوشو میخوام براتون بگم. مثلا از پیغمبر اکرم سوال میکنن، اینجا روایاتش زیبایی وجود داره، منتها من نمیرسم اون روایات رو براتون عرض کنم،
حالا هر اندازه شد خدمتتون عرض می‌کنم. مثلا پیغمبر این روایت می‌فرما، اول دقت کنید، می‌فرماید وجدت الحسنه. ممکنه یک کس بگه من می‌خوام برم دنبال حسنه و کار خوب، چه اثری داره؟ و اگه رفتم دنبال کار زشت چطور میشه؟ پیغمبر اینجور می‌فرماید، می‌فرماید وجدت الحسنه نورن فی القلب. این چند مطلب که من میگم تمامتون بدون تأمل تصدیق خواهید کرد، یعنی وجدانتون، فطرتتون، عقلتون این مطالب رو تصدیق میکنه. پیغمبر میفرمان کار خوب قلب آدم رو روشن میکنه، قلب آدم رو نورانی میکنه. شما وقتی به یک کسی احسان بکنید قلبتون نورانی میشه یا وقتی فوشش بدید؟ وقتی آدم فوش میده قهرن قلبش کدر میشه، وقتی آدم احسان به مردم میکنه، خوش اخلاقی میکنه، قهرن قلبش نورانی میشه. این که دیگه بحث نداره. میفرماد من یافتم که کار خوب قلب را نورانی میکنند و زینن فی الوجه، صورت آدم را زینت میدهد، آدم خوش صورت میشه. و زینن فی الوجه، بعد میفرماد و قوتن فی العمل، کار خوب انسان رو در کارش نیرومند میکنه. یعنی آدم قلبش دیگه متزلزل نیست، میگه ندوز و نترس. راست میگه، خوب جمله یه ندوز و نترس، یعنی کار بد نکن، قوت در عمل و کارت هم داشته باش، هیچ طوری نمیشه. اون کاسبی که تقلب میکنه هی دلش میلرزه که نکنه وضعمون امسال بد باشه. اون کاسبی که اچاف میکنه و جرون به مردم میده، اون باید بدنش بلرزه که نکنه پولامون از بین بره، نکنه فلانی پولمونو بخوره. اما آدمی که کار زشت نمیکنه، مطمئن قلبش محکم، میگه ما به کسی بدی نکردیم، کسی به اون بدی کنه. راستم همین هم. وقتی که به آدم بدی میشه باید بشینه فکر کنه که کجا به آدم بدی، به دیگران بدی کرده، یه جای یه کسی اذیت کرده که حالا بهش اذیت میکنن. یه سوزن به یه کسی زده، حالا یکی دیگه جوال دوز به بدنی میزن. درست. بعد فرمودن و وجدت الخطیعت سوادن فی القلب، کارهای خطیعه و بد قلب آدم رو تاریک میکنه، سیاه میکنه. یک جوان با ایمان نمازخون رو من تالت سراغ ندارم بگه من میخوام یه وقت پیش شما درد دل کنم، گریه کنم تا عقده های دلم از بین بره. عقده نداره، همون نماز بهترین تفریح و لذت براش. اما اون کسی که گناه میکرده میاد میگه یخت رفتم گریه کردم دق دلم خالی شد. این سواد قلب بوده، در اثر گناه قلبش تیره شده، تار شده، دل گرفتگی پیدا کرده. شکل و وهمن فی العمل، میفرماد کار زشت و خطیعه و سیئه وهمه در عمله، یعنی آدم در کارش سوس میکن. آدم گناهکار تو که باید شاید سفت و محکم نیست در کارش، عزم راسخ پیدا نمی کنی. و شینن فی الوجه، کار بد صورت آدمو بر می گردن، یعنی صورتش دنیا برگشت، آدم دیگه حالش نداره تو صورتش نگاه کن. حالا حسنه چیه؟ هر تعریفی ما برای حسنه کردیم زدش میشه سیئه، زدش میشه بد. اینجا از پیغمبر سوال میکنه یا رسول الله حسنه چیه؟ چه حسنه ای از همه حسنات بالاتره؟ پیغمبر حسناتشو مرده که چه چیزایی نمیگن حسنه. فرمود حسن الخلق، خوش اخلاقی، مخصوصا تو خونه. هم زن باید در محیط خانه خوش اخلاق باشد، هم مرد باید در محیط خانه خوش اخلاق باشه. اگه زن در محیط خانه خوش اخلاق باشد، مرد نمیتونه خوش اخلاق نباشه، باید باشه. پس یکی از حسنات حسن خلقه، خوش اخلاقی است. یک. دو، فرمودن و تواضع، تواضع فروتنی، نه تکبر. تکبر سیئه است، تواضع خاکساری،
انسول خودش نگیره، این حسن است. بعضی هستن خیلی کم زر، یه ذره مالی که پیدا میکنن، ثروتی که پیدا میکنن، خونه که پیدا میکنن، اول پیش زن و بچهشون میخوان تکبر کنن. چرا متکار پشت سر من نگذاشتی؟ چرا چای دیر بر من نیوردی؟ هی من کیه؟ بیا پایین. و تواضع، حسنه عبارت است از تواضع و فروتنی، این دو. یکی هم و صبر علی البلیه، صبر کردن در مقابل ابتلاعات زندگی. هر کسی بالاخره این ناراحتی های ابتلاعاتی داره، اگه صبر بکنن این صبر حسنه داره، یعنی ده برابر بهش اجر میدن. اخلاق خوب رو ده برابر اجر میدن، تواضع رو ده برابر اجر میدن. یکی هم بر رضا بالقضا، راضی بودن به قضای الهی، هرچه از جانب خدا میاد بگه راضی، هرچه از دوست میرسد نیکوست، غیر تسلیم و رضا کوچاره ایهی. حالا اگه بخوایم راضی نباشیم چیکار میکنیم؟ مثلا ما میتونیم کاری بکنیم؟ میتونیم آسمان رو به زمین بیاریم، زمین رو به آسمان ببریم؟ حالا من هزاری بشینم یه گوشه ای خودم اذیت کنم، ناراحتی کنم که چرا من در ده قرن بعد به وجود نیامدم و حالا به وجود اومدم؟ حالا میتونم چیکار کنم؟ حالا به وجود اومدم، دیوونه جی آدم ناراضی کنه خودش، حالا اینطور شده، خیلی خوب الحمدلله که شد. حالا من تازه بیام 100 برابر ناراحت بر خودم درست کنم که چرا اینجورم؟ باش. حالا پیغمبر میفرماد حسنه عبارت از چیه؟ حسنه عبارت است از رضای در مقابل قضای الهی، هر چه خدا میخواد. الحمدلله رب العالمین. دیوانه است اون کسی که خودکشی میکنه در امور دنیا، حالا نشد که نشد، چه اشکالی داره؟ و اما سیئه چیه؟ پیغمبر فرمودند و اما سیئه ای که ضد حسن است، عبارت است در درجه اول از بد اخلاقی، دوم طمع زیاد داشتن. اینا سیئه، بد اخلاقی، طمع. خب اینا رو حالا دانستی، حالا من یه درجه بالاتر از همه اینا رو میخوام بگم، از قول خدا و از قول پیغمبر و روایت سنی ها. و این مسئله خیلی مسئله مهمیه. حالا اینجا تفصیل داده بودن که حسن چیه؟ حسن مثلا صبر است، خوش اخلاقی فلان. اما این دو تا آیه که میخوام براتون بخونم با روایات که سنی ها میگن، همه مطالب رو جمع کرده در یک کلمه. دو تا آیه قرآن براتون میخونم، آیه اول آیه خیلی جالبی است، آیه دوم خیلی جالبتر. قرآن مجید میفرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا و من یقترف حسنة نزد له فیها حسنا. آیه را اول ترجمه کنن. می فرماد خداوند پیغمبر به مردم بگو من مزد از شما نمیخوام، این همه براتون زحمت کشیدم، مزد ازتون نمیخوام، فقط مزد من این باشه شما بچه های منو دوست بدارید. الا المودة فی القربا. و البته این مودت فی القربا یه مسئله به اصطلاح فطریست برای بعضی مردم، اینا خود به خود سادات و ضراری زهرا رو دوست میدارن، خود به خود دوست میدارن. اینم نطفه پاک است که اینطوریه. ولذا خدا ائمه فرمودن خداتون رو به وسیله ما امتحان کنید، ببینید اگر ما را دوست می‌دارید نطفتون پاک است. خلاصه می‌فرمان پیغمبر به این مردم بگو من مزدی از شما نمی‌خوام الا اینکه بچه‌هامو دوست بدارید. بلا فاصله پشت سرش خدا می‌فرماد و من یقترف حسنتا نزد له فیها حسنا. اینجا یک کلمه حسنه داره،
یه کلمه حسنا دارد، یعنی اگر چنون که کسی برای خود بردارد حسن ایرا، ما خیلی اجر و حسن در مقابل به او خواهیم داد. از پیغمبر سوال میکنن یا رسول الله، سنیا نقل میکنن، مدارکش همین الان اینجا پیش من هست، علمان که این روایت از پیغمبر نقل کردن، گفتن یا رسول الله، حسنه ای که خدا میفرماید در اینجا اگر کسی بردارد ما جزای زیاد به او میدیم، این حسنه چیه؟ فرمود محبت و محمد و آله. این یه روایت. یه روایت دیگر که طرفداران زیادی داره در علماء اهل سنت اینه که پیغمبر فرمود این حسنه ای که اینقدر ثواب و اجر داره، ولایت و علی و اولاده. الله یعنی تمام خوبی ها در زیر پرچم ولایت علی ابن ابی طالب پیدا می شود. یعنی واقعا اگر یک کسی علی ابن ابی طالب رو دوست بداره، ناچار عملش میشه عمل علی ابن ابی طالب. ما اگر علی ابن ابی طالب را دوست می داریم، باید ببینیم علی ابن ابی طالب چه کاری را دوست می دارن ما انجام بدیم، وقت می شیم دوست علی ابن ابی طالب. اگه هر کاری دلمون خاص بکنیم که این نشانه دوستی علی نیست، ولذا ما میگیم دوست علی ابن ابی طالب من عطا الله، اونی که اطاعت از خدا بکنن دوست علی ابن ابی طالبه. و من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنا، تمام مطالب رو تو همین یک کلمه خدا جمع کرده که حسنه یعنی ولایت علی ابن ابی طالب. یعنی اگر انسان ولایت علی ابن ابی طالب رو داشته باشد، تمام کارش خوب میشه. گفتار او، کردار او، رفتار او، هر عملی انجام بدهد جز خوبی چیز دیگه نیست. ما اعتقاد به این مطلب داریم. حالا روایاتشو مفصل است، من اینجا به عرضتون نمیرسونم این روایات را، فقط حدود در 20 روایت این آقایون سنی ها در این زمینه نقل کردن. اما آیه این که خاتمه دهنده بحث من است و من دلم میخواد روی این آیه مقدار بیشتر دقت کنید، آیاتی است که در آخر سوره نمل، خیلی آیات زیبایی است. قرآن میفرماد من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزعن یوم اذن آمنون. می فرماد هر کس حسنه ای را انتخاب کنند، بهتر از او ما به او اجر و پاداش می دهیم و روز قیامت هم در امن و امان است. و هم من فزعن یوم اذن آمنون. خب در مقابلش، به عکسش، و من جاء بالسیئة فکبت وجوههم فی النار، اونایی که دنبال سیئه رفتن از رو در آتش جهنم میفتن. فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون، آیا غیر از اعمالتون میخواد جزایی ببینید؟ یعنی عملتون بده، جزاش هم باید بد باشه. سوال می کند از پیغمبر حسنه ای که خدا در این آیه می فرماید که بهتر از این مقدار اجر و ثواب داره و در روز قیامت هر کس دنبال این حسنه برود از ناراحتی قیامت در امن و امان است و نمی ترسد، این حسنه چیه؟ فرمود ولایت و علی ابن ابی طالب. ولایت علی ابن ابی طالب است. یعنی که این جمله، یعنی گروه نجات یافته
ناجی که اینا از قیامت نمی ترسند و عذاب قیامت برای اینا نیست و ثواب زیاد خدا به اینا میده، این گروه کیان؟ شیعیان علی ابن ابی طالب. بعد می فرماید و اما من جاء بسیئه، کسی که سیئه و گناه را بردارد از رو در آتش جهنم میفته. سوال میکنه یا رسول الله کیان اینا که از رو در آتش جهنم میفتن؟ فرمود دشمنان علی ابن ابی طالب، یعنی 72 فرقه دیگه. پس چند تا ناجی نیستن؟ خب این حرف قرآنتون، حرف پیغمبرتون، من جاء بالحسنه فله خیر منها. حالا دوست آیه دیگه هست دنبالش که بشارت خیلی مهمی بعدش هست. خیلی مختصر من میگم، دلم میخواد در اعماق جانتون این دوتا آیه قرار بگیرم. من انشالله عرضم خاتم. خب تا اینجا این آیه چی میگفت؟ آیه میخواست بفرماد اونهایی که دنبال حسنه، طبق روایات سنیا یعنی دنبال ولایت علی ابن ابی طالب برون، ناجی و پیروز است. و اونایی که دنبال ولایت علی نرون از رو در آتش جهنم میفتن. پنج درست. حالا آقایان مفسرین به اینجا که رسیدن میفرماد این آیات بعد تا این آخر سوره پایان مأموریت پیغمبر است. یعنی پیغمبر این سه تا آیه رو خوندن، مأموریتشون تمام شد. چی بود این سه تا آیه؟ قرآن میفرماد یا رسول الله به این مردم بگو انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء و امرت ان اكون من المسلمين. مردم من سه تا ماموریت داشتم. ماموریت اول من این بود که من خدای این کعبه را عبادت کنم، این کعبه با احترام که مربوط به خداست و نه تنها کعبه مربوط به خداست، همه چیز مربوط به خداست، لیکن این خانه احترام داره، من باید خدای این کعبه و خدای این جهان را عبادت کنم. این ماموریت اول. و ان اکون من المسلمین، ماموریت دیگر من اینه در مقابل امر خدا تسلیم باشم، هر چه خدا برام خواسته است من هم همون را بخوام. گفته نماز بخون، چشم. گفته مغرب 3 رکعت بخون، چشم. ظهر مثلا 4 رکعت بخون، چشم. گفته است این کار حلاله، چشم. اون کار حرامه، چشم. روزه 30 روز ماه مبارک رمضان واجب است، چشم. روزه روز عید فطر حرام است، چشم. ان اکون من المسلمین. ماموریت سومم اینه و ان اطلب القرآن، من قرآنی که آیه ولایت در اوست، قرآنی که آخرین آیش بر من همینه که من جاء بالحسنه فله خیر منها و من جاء بالسیئه کذا، این قرآنی که ولایت علی ابن ابی طالب و بر مردم روشن می کنن، من دستور دارم برای این مردم بخونم. من اهتدا، هر کس پذیرفت این راه را، فانما یهتدی لنفسه، به نفع خودش. و من ضل، و اگر چنانچه کسی گمراه شد و دنبال این راه نرفت، من پیامم را به مردم رسنده ام. و قل الحمدلله. شیعه ها گوش میدید این جمله آخر را؟ مزد دهن مرا باید هر جوری دلتون میخواد با صلوات بدید. و قل الحمدلله سیریکم آیاته فتعرفونها و ما ربک بغافل عما تعملون.
خدا به پیغمبر دستور میده. پیغمبر بگو الحمدلله که ولایت علی ابن ابی طالب را به مردم رسوندم. قل الحمد لله. پیغمبر بابا این قرآنه داره با شما حرف میزنه، من نمیگم، این پیغمبرن و روایت که سنی از پیغمبر نقل میکنن. پیغمبر بگو الحمد لله که ولایت علی را به این مردم رسوند و به اونایی که نپذیرفتن این راه را بگو سیریکم آیاته، خدا نشونتون میده نتیجه های مخالفت کردن با علی را، فتعرفونه ها، میفهمید چه بلایی به سر خودتون آورده ای. و ما ربک به غافل اما تعملون، خدا غفلت از کارهای شما نمی کن. یعنی اونایی که ولایت علی ابن ابی طالب را زیر پا گذاشتن، به بشر خیانت کردن، نتیجه خیانتشون را خواهند دید. کار را به دست نااهلانی سپردن که تا دامن قیامت مردم را بیچاره کنند. و پیغمبری که ولایت علی ابن ابی طالب را به مردم رسونده است، باید شکر کنه که بزرگترین عمل را انجام داده است و خداوند متعال بهترین اجرها را به پیغمبر خواهد داد و شکر داره برای پیغمبر یه همچی کاری. و قل الحمد لله، بگو الحمد لله که علی را به شما شناسند. حالا ببینی چرا باید کار به جایی برسد، چنانچه تو نهج البلاغه هست، هر وقت امیر المؤمنین از منبر میخواستن بیان پایین، آخرین کلمشون این بود ما زلت و مظلوما، من همیشه مظلوم بودم، همیشه مظلوم بودم من. چرا باید ائمه اطهار وقتی میخوان زیارت کنن جدشون امیر المؤمنین را این کلمه رو باید بگن السلام علیک یا اول مظلوم، ای اول مظلوم عالم، ای علی. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حالا هر کدامتون حاجت دارید سه مرتبه این آیه شریف را بخوانید تا دعا کنید. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. نسألک باسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين اغفر بهم ذنوبنا واستر بهم عيوبنا اشف بهم مرضانا
ایّد بهم امام زماننا، اللهم اقض حوائجنا واقض حوائج ملتمسينا وعجل في فرج مولانا صاحب